عزیزان من امروز دنیای اسلام دچار گرفتاری‌های بزرگی است می‌بینید می‌شنوید اطلاع دارید بزرگترین گرفتاری دنیای اسلام این است که متوجه توطئه و دست خبیث دشمنان خود نیست این یکی از بزرگترین یا بزرگترین گرفتاری دنیای اسلام اون کسانی که با اسلام بدند اون کسانی که نام اسلام اونها رو میرمانه اون کسانی که حاضرند به خاطر حفظ متابع مادی خود با هر دعوت حقی مبارزه کنند و بجنگند و اسلام دعوت حقی است که به حق و عدل دعوت میکنه اینا در دنیای اسلام بیکار نیستند بخصوص بعد از پدید آمدن جمهوری اسلامی بعد از آن که در این نقطه حساس جغرافیای عالم نظامی بر اساس اسلام تشکیل شد توطئه ها شدید شد پیچیده شد امروز توطئه ها از گذشته پیچیده تره اینو باید همه بفهمن در دنیای اسلام ما رو به جان هم میاندازن برادران رو در مقابل هم قرار میدن سیاست دشمنان اسلام این است که در کشورهای اسلامی در میان جوامع اسلامی در امت اسلامی برادرکشی و جنگ داخلی رو به نیابت از خودشون به راه بیندازن خودشون کنار بنشینن شاهد این باشن که ما به جان هم افتادیم خب اینجا باید دشمن رو شناخت باید توطئه دشمن رو فهمید این کمبود دنیای اسلامه در میان امت اسلامی کسانی هستند که با دشمنان اسلام دست به دست میدهند برای مقابله با برادران مسلمان خودشون اینو ما داریم امروز با شیطان نزدیک میشوند برای اینکه با برادران مسلمان خودشون بجنگند و مبارزه کنند و مقابله کنند کسانی هستند امروز حاضرند با رژیم صهیونیستی همکاری کنند برای اینکه برادر مسلمان خودشون رو به خاک بیندازند انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون المؤمنین و یحسبون انهم مهتدون با شیطان میسازند دست به دست هم میدن و گمان باطلشون این است که در راه هدایت دارن قدم برمیدارن اینا معیارهای قرآنی است اینا معیارهای روشنی است که قرآن در اختیار ما قرار میدهد اینا رو باید بفهمیم کی میتوانیم بفهمیم وقتی با قرآن انس داشته باشیم وقتی دل خودمون رو به روی قرآن باز کنیم همه این مراسم مقدمه اینه به شما جوانان عزیز توصیه میکنم انستون رو با قرآن زیاد کنید اون کسانی که با قرآن ارتباط پیدا کردند قدر این ارتباط رو بدانند کسانی که قرآن رو حفظ کردند قدر این حفظ قرآن رو بدانند این جواهر قیمتی رو برای خودشون نگه دارند اون کسانی که با تلاوت قرآن مأنوسند این رشته مبارک را از دست ندند رها نکنند اون کسانی که با قرآن مرتبطند تدبر در قرآن را تدبر در معانی قرآن را تعمق در مفاهیم قرآنی را هدف خودشون قرار بدن
اینا چیزایی است که ما رو قدم به قدم به قرآن نزدیک میکنه. اگر با قرآن مانوس شدیم، به قرآن نزدیک شدیم، مفاهیم قرآنی در دل ما توانست اثر بگذارد، اون وقت میتوانیم امیدوار باشیم که امت اسلام عزت وعده داده شده از سوی خدای متعال را ولله العزت و لرسوله و للمؤمنین، این عزت رو اون وقت خدا به امت اسلامی خواهد داد. اگر با قرآن مانوس شدیم، آثارش و برکاتش اینهاست. بنده مجددا از همه دست‌اندرکاران این مراسم تشکر میکنم، از اساتید، از شرکت کنندگان در مسابقه، از جوانان عزیز، از مدیران این مراسم زیبا و با شکوه و از مردمی که استقبال کردند از این مراسم، از همه اونها تشکر میکنم. امیدوارم که خداوند متعال همه شماها رو محفوظ بداره، باقی بداره و از مجری محترم و خوش زبان هم متشکریم که جلسه رو هم اینجا و هم ظاهرا در محل مراسم جلسه رو با زیبایی اداره کردن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.